به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام، امیدواریم از گزند کرونا در امان باشید. دفتر امرالله صالح: تجربه حکومت وحدت ملی تکرار نخواهد شد. در حالی که تیم دکتر عبدالله و دفتر ریاست جمهوری از تلاش ها برای بحران سیاسی جاری خبر می دهند، دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور تاکید می کند که قدرت به گونه 50-50 تقسیم نخواهد شد. رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی دفتر آقای صالح، به رادیو آزادی گفت تجربه حکومت وحدت ملی به هیچ صورت تکرار نخواهد شد و هیچ توافق خلاف قانون اساسی صورت نخواهد گرفت. آقای مراد میگوید در رأس قدرت تنها یک فرد به عنوان رئیس جمهور قرار دارد. به هیچ صورت قدرت دو سره نمی شود، حکومت دو سره ساخته نمی شود و نه حکومت به شکل 50% تقسیم خواهد شد. تجربه حکومت وحدت ملی تکرار نمی شود. او اما می گوید برای حل بنبست سیاسی راه های گفتگو باز است. در همین حال فریدون خوزون، سخنگوی دکتر عبدالله می گوید 30 طرح آقای عبدالله برای حل تنش سیاسی جاری تهیه شده است. او درباره جزئیات این طرح توضیح نداد، اما گفت انتظار می رود که این طرح از طرف محمد اشرف غنی قبول شود. در اصول دو طرف و توافق رسیدن، طرح ما نهایی شده. بعد از این که این طرح شریک شد، تمام و جزئیات را ما اعلان میکنیم. امیدواری این است که این طرح بتواند راه حل بنبست سیاسی در کشور باشد. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مذاکره بر سر مسائل مهم سیاسی با تیم عبدالله ادامه دارد و در این زمینه پیشرفت‌های صورت گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، شامگاه جمعه 12 صبح در حساب تویترش نوشت زمانی که مذاکرات پایان یافت، حکومت موقفش و جزئیات مذاکرات را با مردم شریک می کند. یک روز پیش از این، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، گفت که عبدالله به زودی رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده می گیرد و تنش های سیاسی به پایان می رسد. مشکلات سیاسی زمان میان ارگ و سپیدار به میان آمد که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه میزان پارسال اعلام کرد و عبدالله رقیب عمده وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. آقایان غنی و عبدالله همزمان در 9 مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار و سوگند یاد کردند. همچنان در خبر دیگر، عبدالله طرح حکومت همشمول و فراگیر را به ارگ فرستاده است. سخنگوی عبدالله می گوید که این طرح در برگیرنده ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر است و امیدوارند تا به زودی نهایی شود. امید میثم، سخنگوی عبدالله، امروز شنبه 13 صبح، می گوید که طرح آنان به ارگ فرستاده شده است و هرگاه روی جزئیات توافق صورت بگیرد، این طرح با مردم شریک ساخته خواهد شد. او افزود که این طرح در برگیرنده ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر است و می افزود که انتظار دارند به علت مبارزه با تهدید ویروس کرونا و روند گفتگوهای صلح، طرح ایجاد یک حکومت توافقی تا چند روز آینده نهایی و عملی شود. او می افزاید پروسه صلح به یک مرحله حساس رسیده است. تا روزهای نزدیک ما بتوانیم توافقنامه حکومت توافقی همشمول، فراگیر و ملی را نهایی بسازیم. در همین حال ارگ می گوید که مذاکرات و بحث‌ها روی موضوعات و مسائل مهم سیاسی در سطوح مختلف جریان دارد و پیشرفت‌های چشمگیری نیز در پی داشته است، اما حکومت جزئیات و موضع‌گیری رسمی درباره این مذاکرات را بعد از نهایی شدن آن با مردم شریک خواهد ساخت. این طرح با پادرمیانی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، به ارگ فرستاده شده است.
کسان نزدیک به آقای کرزی میگویند که امیدوار هستند هر دو طرف بالای این طرح توافق کنند تا نگرانی ها کاهش یابند. شهزاده مسعود آگاه مسائل سیاسی میگوید مهم این است که طرح به هر دو طرف قابل قبول است یا خیر و سبب اتفاق و اتحاد ملی کشور ما می شود یا خیر. با این هم شهروندان کشور میگویند این اختلاف ها فرصت های زیادی را از آنان گرفته است، اما سیاستگران هنوز هم اوضاع بد مردم را درک نمی کنند. محمد ایواز فدایی باشنده کابل میگوید اولاد هر دو رهبر یعنی غنی و عبدالله در خارج است. وای به اولاد غریب و اولاد کسی که در سنگر کشته می شود. تا کنون جزئیات تازه طرح عبدالله روشن نشده است، اما پیش از این منابع گفته بودند که در طرح تازه آقای عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را پذیرفته است، اما سهم 50% در کابینه، صلاحیت های اجرایی در عزل و نصب والیان و فرماندهان پلیس شماری از ولایت ها را باید داشته باشد. همچنان در خبر دیگر از روزنامه 8 صبح سرور دانش توافق سیاسی میان غنی و عبدالله در اصول نهایی شده است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله برای تشکیل حکومت در کلیات و اصول نهایی شده و کار روی نهایی سازی جزئیات آن جریان دارد. معاون دوم ریاست جمهوری این سخنان را در دیدار با پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان مطرح کرده است. این دیدار پس از شش روز شنبه 13 ثور صورت گرفته است. محمد سرور دانش در این دیدار گفته است که نمایندگان حکومت و عبدالله روی نهایی سازی جزئیات توافق دو جانب برای تشکیل حکومت کار میکنند و به زودی این توافق نهایی خواهد شد. او همچنان گفته است که دو جانب مصممند تا جزئیات مورد بحث هر چه زودتر نهایی شود. سخنگوی ریاست جمهوری نیز روز گذشته گفته بود که مذاکرات و بحث‌ها روی موضوعات و مسائل مهم سیاسی در سطوح مختلف جریان دارد و پیشرفت های چشمگیری در پی داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت گفته است که حکومت جزئیات و موضع‌گیری رسمی خود در قبال این مذاکرات را بعد از نهایی شدن آن با مردم در میان می گذارد. عبدالله روز جمعه اعلام کرد که در مذاکرات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور برای تشکیل حکومت به پیشرفت های دست یافته است. او در برگه فیسبوکش نوشته است روی اصول توافق های صورت گرفته است و اکنون کار روی جزئیات و نهایی سازی توافق میان دو طرف ادامه دارد. عبدالله ابراز امیدواری کرده است که با توجه به بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا در کشور نیاز به تأمین صلح دائمی، اتحاد و همسویی ملی برای مقابله با مشکلات امنیتی اقتصادی کشور توافق سیاسی هر چه زودتر نهایی شود. بر اساس طرح عبدالله که روزنامه 8 صبح به متن کامل آن دست یافته است، تیم ثبات و همگرایی خواستار تشکیل شورای عالی دولت با حضور رهبران سیاسی افغانستان، ایجاد صدارت اجرایی با محوریت صلح، سپردن رهبری پروسه صلح و تیم ثبات و همگرایی و تعیینات مساویانه مقام‌های بلندرتبه حکومتی شده است. در همین حال منابع معتبر در ارگ ریاست جمهوری در تماس با روزنامه 8 صبح گفتند که چارچوب اساسی که تا کنون روی آن توافق صورت گرفته حضور آقای عبدالله در رأس شورای عالی مصالحه، اعطای پروتکل و تشریفات ویژه، تخصیص بودجه و حضور شمار از اعضای تیم ثبات و همگرایی در بدنه حکومت است. این منبع در ارگ ریاست جمهوری تاکید کرده طرحی که از سوی تیم آقای عبدالله در رسانه ها منتشر شده مورد توافق ارگ ریاست جمهوری نیست. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برای تان ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده سازیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر،
بدرود.